مجمع مدافعان حقوق بشر خواستار توجه جهان به فاجعه فرهنگی در افغانستان شده است. این مجمع از حذف و محو آثار فرهنگی توسط طالبان در افغانستان هشدار داده و از جامعه بین المللی خواسته است که فاجعه فرهنگی در این کشور را جدی بگیرد. مجمع مدافعان حقوق بشر گفته به دلیل حذف نهادهای فرهنگی و محدودیت‌های طالبان، فرهنگیان و هنرمندان دچار آشفتگی روحی و روانی شدند. مجمع مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز جمعه 12 مرداد منتشر شد تأکید کرده که رویه طالبان هنرمندان و فرهنگیان را دچار آسیب روحی و روانی کرده و به افسردگی عمیق مبتلا ساخته است. مدافعان حقوق بشر از وضعیت بد اقتصادی و روانی فرهنگیان آواره در کشورهای همسایه نیز ابراز نگرانی کردند. این مجمع افزوده که طالبان فرهنگ متنوع و پویای مردم افغانستان را در خطر نابودی قرار داده است. مجمع مدافعان حقوق بشر از نهادهای حامی فرهنگ و سازمانهای بین المللی از جمله یونسکو خواسته اند که وضعیت فاجعه بار فرهنگی افغانستان را در دستور کار قرار دهند. مدافعان حقوق بشر افغانستان از کشورهای عضو شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل هم خواسته اند که به منظور رفع فاجعه فرهنگی در افغانستان دیپلماسی فرهنگی را فعال سازند. این نهاد از مدافعان حقوق بشر و فرهنگیان افغانی نیز خواسته اند که در برابر آنچه فاجعه فرهنگی خوانده شده سکوت نکنند. دکتر احمد نورزاد کارشناس مسائل افغانستان از ویرجینیا پیرامون این خبر میهمان ما هستند. آقای دکتر نورزاد سلام و عرض ادب. سلام و عرض ادب به شما و به تمام کارکنان شبکه جهانی تلویزیون امام حسین علیه السلام. خوشحالم که امروز فرصت برای گفتگو با شما دارم. ممنونم. جناب دکتر، تحلیل شما از درخواست مجمع مدافعان حقوق بشر از دنیا نسبت به فاجعه فرهنگی در افغانستان چیست؟ بفرمایید. این فاجعه بسیار فاجعه عمیق و فاجعه بزرگ در تاریخ افغانستان است که دو بار تکرار شده. یکی در سال 1996 که دوره اول طالبا بود و در بار دوم در سال 2021 که طالبا گرفتن، دوباره این فاجعه فرهنگی و فاجعه هنری تکرار شده. گرچه که حکومت های حامد کرزی و اشرف غنی با روش های سکولاریسم افراطی و فساد های گسترده ای هنر و فرهنگ افغانستان را به مسیری نامطلوب سوق داده بودند، اما هنوز هم قضایای نسبی آزادی برای تقویت و رشد هنر و وجود داشته او زمان. با این حال نفوذ رسانه‌های غربی و دستگاه‌های دولتی و ترکیه با همراه مشکلات داخلی بایش به طور کامل بهره برداری نه و هنرمندان با محدودیت‌های روبرو باشند که در اون صورت چالش هایی را که در زمان اونا داشتن پس دوباره تکرار شد در زمان طالبا. فرهنگ، هنر، شعر، ادبیات فارسی، نقاشی، هنر معماری، باستانی، کتاب نویسی، موسیقی و ساختن آلات موسیقی در افغانستان امروز شدیداً سانسور میشه، ممنوعیت وجود داره، محدودیت و تعصب با ممنوعیت و تعصب مواجه است. عوامل مختلف مانند نجات پرستی و پشتونیسم و غرزنگرایی و کوچیگری و همه اینا باعث بیکار و همچنان بیکاری و ضعف اقتصادی، اخاذی و رشوتستانی و مالیات غیر انسانی سد راه پیشرفت و رونق فعالیت های هنری و فرهنگی در افغانستان شده و به شدت هنر و فرهنگ در افغانستان زیر تاثیر بوده. تحجر و افراطیت طالبان با دیدگاه های قومی و سلیقه‌ای شناخته میشه. تهدیدی جدیتری از جنگ برای هنر و فرهنگ افغانستان به شمار میره. طالبان با سیاست‌های سرکوبگرایانه خود فعالیت‌های هنری و فرهنگی را به شدت محدود کرده و به دنبال نابودی میراث فرهنگی کشور هستند که این وضعیت نه تنها بر هنر و فرهنگ تاثیر منفی می‌گذارد
بلکه مشکلات روحی و روانی زیادی را برای هنرمندان ایجاد کرده است. بله در دوران حاکمیت اول طالبان در 1996 در 1996 تا سال 2001 بسیاری از اشکال هنر و فرهنگ به طور کامل ممنوع و نابود شدند. بله بت‌های دوگانه آثار باستانی شهر بامیان را به قصد نابودی تاریخی مردمان بومی کشور را به هدف نسل‌کشی از آرها نابود کردند و فرهنگیان، دانشمندان، آرتیست ها، هنرمندان و بله ممنونم آقای دکتر، ممنونم. بله ممنونم، با تشکر از دکتر احمد نورزاد کارشناس مسائل افغانستان از ویرجینیا که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند.